در رسانه اجتماعی یک منبع آنی به دسترسی به اخبار مهم بدل شده که امروز حمله راکتی برای میدان هوایی کابل در ساعت زود صبح آغاز شد. خبرش به سرعت در توییتر و فیسبوک منتشر شد. همینطور خبر حمله به تیم امنیتی حامد کرزی که برای بازدید به پکتیکا سفر نموده یکی از آخرین اخبار است در توییتر دیده می شد. اما در میان مباحث رسانه اجتماعی در هفته موافقت میان عبدالله و اشرف غنی برای شمارش کل آرا به وساطت یوناما و حضور جانکری بیشتر بحث برانگیز بوده. همچنان سایر مقامات و کارشناسان مسائل افغانستان در این مورد واکنش‌های را نشان دادند که به شمول جانکری در صفحه توییترش از دو کاندید ریاست جمهوری برای دریافت رای حل بنبست انتخابات اظهار امتنان کرده. همینطور جان مکین عضو جمهوری‌خواه کنگره آمریکا در توییتر از موافقت طرفین کاندیدای افغانستان به واسطه کری اظهار خوشی کرده و همچنان سوزان رئیس مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اوباما نیز در توییتر همان روز از وساطت جان کری و حل بنبست انتخابات افغانستان تمجید کرده. و یکی از کارشناسان ارشد موسی رند جونا بلنگ در توییتر به طور کنایه‌آمیز نوشته با دیدن عکس از عبدالله و اشرف غنی احمدزی دوستان افغانستان خواب راحت‌تر می‌کنند. همین بس در صفحه فیسبوک عبدالله دیده می‌شود که عکس‌های از وی با اشرف غنی احمدزی پست شده و در صفحه فیسبوک علاقمندان اشرف غنی احمدزی متن بیانیه کنفرانس مطبوعاتی وی با عبدالله منتشر گردیده که علاقمندان در آن در موردش پیام‌های خاص را حمایت از این پست کردند و عکس ویژه افتر نیز به عکس از سیگانه جانکری عبدالله و اشرف غنی اختصاص دادم که عکس بیشتر در صفحات اجتماعی به شرکت گذاشته شده بود و جز اخبار مهم این هفته در رسانه‌های اجتماعی بود. سیال جان تلویزیون طبق معمول من فکر میکنم علاقمند هفته ای را هم در صفحه فیسبوک تلویزیون آشنا به نظر گرفتین. بله سیال جان، ما علاقمند هفته داریم. علاقمند یه هفته فیسبوک تلویزیون آشنا عزیز رحمان رحمانی هستند که متاسفانه موقعیتشان معلوم نیست، اما با تشکر از ایشان که در مورد موضوعات صفحه فیسبوک ما نظریاتشان با ما در میان میگذارن و فعال هستند. تشکر سیال جان، خدا کنه که آقای رحمانی شما را دیده باشه و شنیده باشن و موقعیت خود بعد از این مشخص بسازن. تشکر.